رسیدیم به موزیک ویدیوی تاپ برنامه‌مون و سورپرایز این قسمت تاپ 10، یه ترانه ریتمیک و زیبا از مهرداد. مهرداد آسمانی، خواننده، آهنگساز و تنظیم کننده، متولد 25 تیر ماه 1346 در تهران، در حال حاضر ساکن لس آنجلسه. جالبه بدونیم مهرداد زمان جنگ بین ایران و عراق حدود 27 ماه توی جبهه جنگ فعالیت داشت و بعد از اون همزمان با تحصیل توی دانشگاه نزد اساتید هنر شروع به آموختن و نواختن کرد. بعد از اجرای چند کار برای رادیو تلویزیون ایران به خاطر شرایط و سختی دوران بعد از انقلاب، سال 1392 به لس آنجلس مهاجرت کرد و اولین آلبوم خودش رو به اسم صدای خورشید منتشر کرد. این آلبوم به صورت زیرزمینی تو ایران ضبط شده بود و بعد توی امریکا تنظیم و پخش شد. یه سال و نیم بعد با انتشار آلبوم پوست شب و ترانه چادر ننداز سرت، مهرداد به شهرت بیشتری رسید. سال 95 آلبوم آنتیک، سال 96 آلبوم خاتون، سال 97 آلبوم عروسک و به ترتیب آلبوم‌های برگ گل، غزال و جادوی عشق از آلبوم‌های موفق مهرداد بودند تا اینکه مهرداد کار خودش رو با شهریار قنبری آغاز کرد. انتشار آلبوم عکس فوری نتیجه همکاری مهرداد با شهریار قنبری بود. بعد از مهاجرت خانم گوگوش به امریکا یه آلبوم برای ایشون هم منتشر کرد و صدها کار فوق‌العاده دیگه تا به امروز. ویدیویی که الان میخواییم با همدیگه از مهرداد تماشا کنیم اسمش هست دستمو بگیر، با ترانه از سینا ایزدبین، موزیک از خود مهرداد با تنظیم آرش آزاد. قبل از دیدن این ویدیو زیبا بریم با همدیگه به گفتگویی که با مهرداد عزیز داشتم گوش بدیم. درود میفرستم به مهرداد آسمانی عزیز، هنرمند خوب کشورمون. مهرداد جان قبل از هر چیزی ازت یه دنیا ممنونم که بهم لطف کردی وقت تو در اختیارم گذاشتی تا صداتو توی تلویزیون دریملند داشته باشی. سلام خانم بهار، من هم سلام میکنم خدمت همه هموطنان عزیزم در کشور استرالیا از طریق تلویزیون دریملم تیوی که دوستان عزیزم خانم نوشین و آقای میلاد این برنامه رو تهیه میکنن و میخوام که از شما هم تشکر بکنم به خاطر برنامه هایی که برنامه های خوبی که تهیه میکنی اونجا و باعث میشی که مردم عزیز ایرانی در استرالیا با زبان فارسی زیاد غریبه نشن و لحظاتی که با شما سپری میکنن پای تلویزیون ها براشون بسیار جالب و خاطر انگیز خواهد. کلی هم انرژی میگیرم. کلی هم انرژی میگیرم. مهرداد جان من با اجازت خودم یه بیوگرافی خیلی کوچیک و مختصر ازت برای بیننده‌های خودمون گفتم. منتها میخوام از زبون خودت بشنون از شروع فعالیت هنری. توی کارنامه هنری از روز اول چیکار کردی تا به الان صدات توی آلبوم نبض گل؟ بهار جان من متولد 25 تیر ماه 1346 تهران به دنیا آمدم، خیابون شهباز به دنیا آمدم و در خیابون حافظ چهارراه حسن آباد بزرگ شدم و موسیقی از خیلی خیلی از در دوران خیلی جوانی، میتونم بگم نوجوانی، حتی بچگی روی من تأثیر زیادی داشته. تو مدارس اون موقع ها دوره پیشاهنگی و اینا بود، همیشه من به عنوان سلوخون کسی که میرفت تنها میخوند، بله جوایز زیادی رو برای در اون زمان بردم و موسیقی رو دوست داشتم. حضور فرزین خواننده مرحوم عزیزمون که بله دایی من بود، دایی تنی من بود، حضور اون هم در خانواده ما تشویق میکرد منو به سمت موسیقی. صداشو خیلی دوست داشتم، شخصیت خودشو، مهربونیشو خیلی دوست داشتم. فرزین بسیار مهربون بود و رابطه ما واقعا که رابطه رفاقتی بود، با اینکه فرزین چندین سال از من بزرگتر بود ولی خب ما خیلی با هم رفیق بودیم. بعد از اینکه خب این تمایل به موسیقی، این عشق به موسیقی از سمت فرزین در حقیقت به من منتقل شد، اما من رفتم دنبال یادگیری، رفتم دنبال اینکه سواد این کارو پیدا بکنم. فرزین دنبال اجرا بود، دنبال این بود که صدای بسیار فوق‌العاده‌ای هم داشت اما این صدا مادرزادی بود، این دنبال تحصیل برای موسیقی نرفته بود. اما من تلاش کردم که برم موسیقی رو یاد بگیرم. در اون زمان من رفتم به
انجمن حفظ و احیای موسیقی که مؤسس این انجمن آقای داریوش صفوت بود، خدا رحمتشون کنه. دکتر داریوش صفوت یکی از بزرگترین موزیسینای کشور ما هستن. ایشون در اون زمان دانشگاه‌های فرانسه ایشون رو دعوت می‌کردن که ایشون بره در دانشگاه‌ها و در مورد موسیقی صحبت بکنه. ایشون خیلی مقام بالایی در موسیقی سنتی ما دارن که وقتی میگن موسیقی جهانی می اومدن دنبالش صحبت بکنه، ایشون رو می‌بردن که در مورد موسیقی سنتی مردم ایران صحبت بکنه و بسیار علمی برای کسانی که تمایل داشتن ایشون توضیح میدادن، حتی در دانشگاه اونجا تدریس میکردن. من شاگرد ایشون بودم در منزل ایشون و من و دختر دکتر داریوش صفوت با هم شاگرد دکتر بودم. من ساز سه‌تار رو خدمت دکتر داریوش صفوت یاد گرفتم، پیانو رو خدمت استاد تارپینیان یاد گرفتم و موسیقی سنتی رو هم، آواز سنتی رو خدمت آقای حاتم عسکری یاد گرفتم که ایشون استاد بسیاری از خوانندگان تراز اول مملکت ما هستند در بخش سنتی، مثل آقای ناظریان، آقای شجریان، ایشون استاد بزرگی بودن. من آواز سنتی رو هم خدمت ایشون یاد گرفتم. در دوره‌ای که موسیقی رو کار میکردم، جنگ ایران و عراق هم پیش اومد، دو سال و خورده جبهه جنگ بودم و ترجیح دادم که به جای فرار از مملکت، از مرزها، برم جبهه جنگ، برای میهنم بجنگم. من ایران رو دوست دارم، مملکتم رو دوست دارم، هیچ منتی هم ندارم که به جبهه جنگ رفتم و در حقیقت من میخوام بگم که خاک پای اون بچه‌هایی هستن 15-16 ساله که اینها نارنجک می‌بستن به کمرشون و زیر تانک‌های عراقی می‌خوابیدن. واقعا ما باید بدونیم اگر امروز امنیتی در مملکت ما برقراره، مدیون این بچه‌های جوون، خانواده‌هاشون که جووناشون از دست دادن، اینا شهدایی که اگر نبودن خاک و ناموس ایرانی واقعا در معرض خطر بود. و حتی کسانی که امروز معلول جنگی هستن، ما ها همه مدیون اونا هستیم و منی که 2 سالم جبهه جنگ بودم، خودم میتونم بگم خود من هم مدیون اونام، چون من هیچ کاری در برابر اونها نکردم. خیلی عالی بود مهتا جان، همه چی کامل بود. منتها میخوام بهت بگم که خیلی از مردم ما، حتی خود من، تا چند وقت پیش تو رو با کارهایی که میخوندی و اجرا میکردی میشناختیم. دوست دارم برامون از کارهایی که ساختی برای هنرمندای خیلی خوب و قوی کشورمون بگی، دونه دونهش رو برامون نام ببری اگه بتونی. دونه بدونش که بهار جان خیلی کار سختی، اما خب به هر جهت من با دوستان هنرمند همکاری داشتم، با خانم لیلا فروهر، خانم شهره سلطی، مرحوم مهستی، آقای ستار، آقای منصور، آقای شهرام سلطی، آقای شهرام شبپره، دیگه کیو بگم، همه رو گفتم فکر کنم، خانم گوگو، والا یاد، خانم ناهید، خانم سوزان روشن، همه این عزیزان من باشون همکاری داشتم و دوران خوبی هم بوده. ترانه هایی که براشون ساختم، بیشتر ترانه ها مورد توجه قرار گرفته، مثلا گلاب خانم آقای شهرام سلطی یا پیغام، برات پیغام گذاشتم، عالی، که هیچ کس رو تو دنیا قد تو دوست نداشتم، خانم، بله، خانم شهره سلطی، یا ترانه پیشکش دلهای شما عطر گلای رازبی برای خانم لیلا فروهر، بله، آلبوم کاملی که برای مرحوم مهستی و آقای ستار من منتشر کردم، براشون کار کردم براشون. این گربه من هم داره سرصدا میکنه، عکسش هم نشون بدین، این من هر جا میرم دنبال من میاد، همینه دیگه، بله. به هر جهت این ترانه هایی بوده که من کار کردم، آهنگ هایی بوده که ساختم، حدود 300 تا آهنگ ساختم که خودم و دیگر دوستان همکار اجرا کردن. 14-15 تا آلبوم دارم
الانم ساکن لس آنجلس هستم، هنوزم زنده ام. سلامت و زنده باشین. مهتا جان از همکاریت با خانم گوگوش بگو. یه دونه آلبوم برای خانم گوگوش جمع کردی همون ابتدای امر که خانم گوگوش پاشون رسید به خارج از کشور. من یه آلبوم برای خانم گوگوش جمع نکردم، من 4 آلبوم برای خانم با ایشون همکاری داشتم. یکی ترانه کیو کیو بنگ بنگ بود که یک ترانه بلند 14-15 دقیقه‌ایه، خیلی هم کار سختی بود، ولی خب به نظرم یکی از زیباترین کارهاییه که من در طول زندگی هنری من انجام دادم. آلبوم آخرین خبر رو با ایشون کار کردم با ترانه های خانم زویا زاکاریان و آقای شهریار قنبری. آلبوم منیفست رو باشون کار کردم که همه ی آلبوم از ترانه های آقای شهریار قنبری بود و ترانه و آلبوم شب سپید آخرین آلبومی بود که ما با هم همکاری داشتیم که نیمی از اون آلبوم رو ایشون اجرا کردن و نیمیش رو من اجرا کردم. دقیقاً، خیلی هم عالی. مهتا جان یه جا ازت خونده بودم که گفته بودی اگه خواننده نمی‌شدی دوست داشتی فوتبالیست بشی، درسته؟ 100% 100% من خیلی علاقه به فوتبال داشتم، تو سن خیلی کم زانوی راستم مینیسکمو پاره کردم و دیگه نتونستم فوتبال بازی بکنم، ولی خب بله عاشق فوتبالم، هنوزم همه رو دنبال میکنم، همه فوتبال ها رو میبینم و خیلی هم فوتبال دوست دارم و طرفدار تیم. من پرسپولیسی هم دیگه، پرسپولیس خسته، ولی پرسپولیسی که الان من میگم این نشه که آبی ها مثلا بگم مهداد حالا پرسپولیسی دیگه ما مهداد دوست داریم، نه من پرسپولیس رو دوست دارم، اما بعد از پرسپولیس دوست دارم استقلال تیما رو بزنه. همیشه دوست دارم این دوتا تیم اول دوم باشه. معلومه که میزنه. خب من پرسپولیسی هم دیگه، با وقتی از بچگی رفاقت با علی پروین و تمرینای پرسپولیس و اینا دیگه بالاخره آدم قرمز میشه. صد پسر زندیات فرزین من فکر میکنم داماد آقای علی پروین باشن. بله آرش داماد آقای پروینه، پسر مرحوم فرزین و همسرشون لادن جون و یه پسر دست گل هم دارن والا رضا، بسیار پسر با احساس و ماهی والا رضا. میگن هر کی به عشقش نامه می نویسه آخر نامه اسم پرسپولیسه. بله اینم الان کری خوندم بد جور الان. بابا باشه، 4-0 بودیم دیگه، نه چاریش بودیم، 4-2 نه دیگه، نه 4-2 باختیم دیگه. شما پرسپولیسی هستی، خیلی شکست نفسی کردم من، خب معلومه استقلالی. چی هستی؟ استقلالی؟ بله. پس مصاحبه رو همینجا تموم میکنیم به امید دیدار شما. مهتا جان با اجازت میخوام یه کوچولو از زندگی خصوصی تام برای برنامه برای بیننده های گلمون بگی. حتما. چی میخوای بدونی؟ از اینکه کی ازدواج کردی، بچه داری، از سوشی. بله من دو تا پسر دارم. بله. پسر بزرگم اسمش مهرزاده. بله. پسر کوچیکم اسمش ماهانه. بله زنده باشم. 5-6 ساله که من جدا شدم از همسرم و همسر سابقم. و اینکه هیچ ربطی هم جدا شدن ما به داستان و شایعات خانم گوگوش و اینا نداشته. اینا من خودم کامل تکمیل بگم که من خانوادم بچه هام اینا رو با دنیا عوض نمی کنم، اما به هر جهت این مربوط به گذشته منه، من احترامم میذارم. الانم دوست دختر دارم، خیلی هم دوستش دارم، خیلی هم ماهه. و اینکه این از زندگی خصوصیم، یه گربه خوشگل دارم اسمش سوشیه، یه چشمش آبیه، یه چشمش هم عسلیه، گربه ایرانیه و به نظرم یکی از خوشگل ترین گربه هاییه که فکر کنم همه تو این دنیا دیده باشن، خیلی گربه خوشگل و باهوش. یه ترانه ای من خوندم به اسم ماهک سالها پیش و بله این ترانه برای در حقیقت بچه اول من بود، مهرزاد، چون تو 7 ماهگی پزشکان محترم در لس آنجلس میگفتن بچه دختره. بله ما برجت خانم زویا زاکاریان شاعر بزرگ سرزمین ما لطف کرد این ترانه رو برای بچه من نوشت، چون میخواستم اسمشو بذارم دختر ماهک. اما
منم اروپا بودم اون موقع بهار جان، رفتم دو تا چمدون لباس صورتی یه عالمه چیزای گرون مرون خریدم برای این بچه آوردم، آخر پسر شد و اینکه ما مجبور شدیم همه اون اونایی که ما خریده بودیم بدیم به کسایی که بچه دختر دارن. خوش به حالشون شد. بله خیلی زنده این که الان مهرزاد هم 14 سالشه، این سپتامبر میشه 14 سالش و ماهان هم که خیلی موسیقی دوست داره، پیانو میزنه، میخونه خودش و اینکه همین، این هم از زندگی خصوصی من از بچه تا گربه از اول تا آخر. مهتا جان از آلبوم جدید چه خبر؟ آیا آلبوم میخوای بدی یا نه تک ترک میخوای بیرون بدی؟ آلبوم که من چند ماه پیش منتشر کردم به نام نبض گل. بله بله، این آلبوم چند ماه پیش منتشر شده. در این آلبوم من با یه ترانه خیلی زیبا با آقای شهریار قنبری کار کردم به نام نبض گل و ترانه خانومی رو که سالها پیش اجرا کرده بودم ریمیکس کردم که خیلی ریمیکس رو خودم دوست دارم و چند ترانه با یک جوون سرباز در ایران کار کردم که اسم ایشون سینا ایزدبینه و بسیار باز من فکر میکنم ایشونه. دستمو بله. بگیر و شعرش بله دستمو بگیر شعر زیبای سینا ایزدبین عزیزه و سینا یک شاعر مستقله، هرگز کارشو به وزارت ارشاد و نمیدونم صدا و سیما نبرده. من هم اگر این موضوع رو مطرح میکنم فکر میکنم باید فرصت رو به کسانی داد که استعداد دارن و توی باند بازی و مافیا بازی نیستن، چون ما از این طرف نمیتونیم با ایران کار کنیم و اجازه ندادیم، باید یه حالت متعادل و عادلانه ای در حقیقت پیش بیاد که ما هم با بچه هایی کار بکنیم که برای صدا و سیما و تیتراژ و نمیدونم اینا ترانه نمی نویسن. این بچه ها مستقلن و جایی هم برای پرواز ندارن. من اگر بتونم این بچه ها رو کمک بکنم، جوانای با استعداد رو کمک بکنم، حتما انجام میدم. چند تا تنظیم با آرگامو تورس کردم که آرگامو در لس آنجلس زندگی میکنه و در استودیو آرگامو ضبط کردم. بسیار میوزیشنه با استعدادیه، بسیار تواناست و چند تا از تنظیم ها رو با حامد شمس انجام دادم که حامد شمس هم خودش میخونه، صدای بسیار خوبی داره. حالا یک فایل براتون میفرستم که بتونین صدای ایشون رو هم پخش بکنین اگر خواستین. و یک ترانه با آقای نیما نور محمدی کار کردن که تنظیم کردن ایشون و یک ترانه، دو تا ترانه هم با آقای مهدی ابراهیمی، ترانه نفس بانو و نگام کن. این شناسنامه، فکر میکنم شناسنامه کامل این کاره. میکس و مستر هم آقای معراج میرزایی کردن که بسیاریشون با استعدادن و کارشون خیلی خوب بلدن. ویدیوها رو آقای سیروس کردونی درست کردن که ایشون احتیاج به تعریف ندارن، کارشون درجه یکه و سال هاست که برای بهترین خواننده های ما بسیار خوب کار کردن، میوزیک ویدیوهای زیبایی ساختن و رفیق خوب منه و من خیلی سیروس رو دوست میدارم. کمپانی آونگ، آقای آرمین هاشمین آلبوم رو پخش کردن در سراسر جهان و امیدوارم که به دست دوستان عزیز برسه. اگر هم دوستان به دستشون نرسیده، مهداداسمانی.com به راحتی میتونن تمام این ترانه ها رو مجانی دانلود بکنن. ما هم لینک آیتونز گذاشتیم هم مجانی، چون چاره ای نداریم دیگه بهار جان دیگه. اونی که دلش بخواد بخره میخره، اونی هم که دلش نخواد دیگه چی کار کنیم دیگه. بعد مردم میتونن به صورت رایگان این آلبوم ها رو، این آلبوم رو دانلود بکنم. من تقاضای من از هموطنانم اینه که حالا $10 واقعا هیچ جایی زندگی ما رو نمیگیره. اگر همه هموطنان ما حمایت میکردن موسیقی رو از طریق آیتونز، باور کنید که ما وضعیت موسیقیمون در خارج از کشور خیلی بهتر از این بود، خیلی خیلی بهتر از این بود. یادمون باشه در سرزمین ما موسیقی ممنوع بود، در سرزمین ایران.
و این بچه ها اینجا با تلاش زیادی موسیقی رو نگه داشتن و وقتی که حالا در ضبط موسیقی رو باز کردن در اون سرزمین، بدونن که این نتیجه تلاش بچه هایی بوده که این ور واقعا زحمت کشیدن. الان بچه های ایران هم خیلی هاشون خوبن، دارن کار میکنن، زحمت میکشن، اونها هم دارن با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنن، واقعا اونجا هم سخته، اونجا هم بهشون اجازه هر کاری رو نمیدن. من میدونم این کار سخت شده، اما حمایت شما عزیزان از کسانی که واقعا زحمت کشیدن برای این کار باعث دلگرمیه. امیدوارم که این حمایت ادامه پیدا کنه، قطع نکنیم حمایتمونو از بچه های ایرانی، چه اونجا چه اینجا هیچ فرق نمی کنه، همه ما ها ایرانی هستیم. من که هر شب خواب ایران میبینم، والا به خدا همین الانم هم واقعا اگر بهم بگن یه کاری میتونم بکنم اونجا که درآمدی داشته باشم، همین فردا بلند میشم میرم ایران. یعنی باور کنی اگر امنیت جانی داشته باشم و کاری، یک ثانیه من اینور نمیمونم. من عاشق مملکتم، نه لس آنجلسی ام، نه پدرم لس آنجلسی بوده، نه مادرم لس آنجلسی. اینه که امیدوارم که این حمایت ها قطع نشه و بتونیم روزای بهتری برای موسیقی بدیم. دست درد نکنه مهدا جان از همه چی، از اینکه وقت تو برنامه‌ام دادی. میدونم که سر صبح بیزی هم هستی، وقت تو گرفتم ازت یک دنیا ممنونم. 8 صبح بیدار کردین منو. بله بله 8 صبح. از 6 صبح هم داشتم اس ام اس میدادم، اینم بگین. بله 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 متوجه شدم که معذرت میخوام. متوجه شدم منتها دیگه بروم نیوردم، چشمو بستم، گفتم هنوز دوغ نشده، ما قرارمون دوغ است. دست گل درد نکنه، بیننده گلمون بی صبرانه منتظر دیدن ویدیو قشنگ دستمو بگیرم. وقتتو نمیگیرم، برات آرزوهای قشنگ دارم در کنار خانواده خود. امیدوارم من بیام در کشور استرالیا، در این چند تا شهری که چندین سال پیش کنسرت داشتم، بیام برای هموطنانم بخونم. از نوشین جان و میلاد جان خیلی تشکر میکنم. امیدوارم که در این راهی که پیش گرفتن موفق باشن. اگر هم کمکی از دست من بر بیاد حتما براشون انجام میدم. از تو بهار عزیز ممنون که لطف کردی، دعوت کردی منو، پیگیری کردی. برجد من یه ذره هم توی این مصاحبه و اینا تنبلم، ولی خب شما پیگیری کردی و خوشحالم که این مصاحبه انجام شد. همچنین منم خیلی خوشحالم عزیزم، شب و روزت خوش، به امید دیدار. به امید دیدار. موزیک ویدیوی زیبای مهداد رو با هم تماشا کردیم. ازت ممنونم مهداد جان، از اینکه لطف کردی و وقت در اختیارمون گذاشتی تا صداتو از برنامه تاپ 10 بشنویم. امیدوارم که از تماشای ویدیوهای این قسمت هم لذت برده باشین. ازتون ممنونم که ما رو تماشا کردین. به فیسبوک و وبسایت دریملند سر بزنین و نظرها و پیشنهادهای خوبتون رو برامون بنویسین. اینستاگرام خود منم هست بهار شو که میتونین فالو کنین و اگه درخواستی دارین برای انتخاب موزیک ویدیو و خواننده‌های مورد علاقتون برام بنویسین. نظرها و پیشنهادتون توی اجرای برنامه بهم کمک میکنه. تا درود دیگر، بدرود.